بخونم براتون. کنار حتما لطف خونه میکنید. ما خونه داری لیلا خانم. لیلا خانم زیبا خوش اومدی. قربانت نسی جان، تشکر. تشکر که دعوت کردین. الان به من بگین دقیقا کجای افغانستان این لیلا جان؟ من در کابل هستم مسی جان. من میدونم الان این روزها اوضاع احوال افغانستان خیلی خطرناکه، خیلی ها میخوان جونشون رو وردارن و فرار کنن، ولی تو میگی درست. چرا من برم؟ طالب بره. خودت بگو برای مردم که چی باعث میشه قفش و جایی؟ خب مسیح جان، من حدود تقریبا بیش از یک دهه هست که در افغانستان کار میکنم و دوست ندارم که این زحمت هایی که کشیدم در افغانستان، مثلا من یک مرکز خیریه دارم که در بخش تداعی معتادین کار میکنه، در بخش حمایت از زنان و کودکان کار میکنه، و دوست ندارم که به همین راحتی اینها رو از دست بدم. من برای لحظه لحظه کمپ مادر، رستوران تاج بگو، من مبارزه کردم. نمیترسی؟ فقط تصویر طالب رو دیدن کافیه که آدم وحشت بکنه، چه برسه به رفتارش و جنایاتی که در این مدت مرتکب شدن و همه شاهد بودن. ولی ما یک سری ارزش ها داریم و باورهایی داریم که مجبوریم بیستیم، چون اعتقاد داریم که ما نیاز داریم به یک جامعه سالم برای زندگی، یک جامعه که همه همدیگر رو بپذیرن، و برای این باید مبارزه کنیم. و هر مبارزه هزینه های خودش رو داره و ما مجبوریم هزینه بپردازیم و مبارزه کنیم. ببینید، یک زمان هست که امنیت هست و زندگی راحت هست در هر جامعه، مثلا در افغانستان امنیت هست، همه میتونن کار کنن، زندگی کنن، ولی واقعیتش اینه که من همین 13-14 سالی که دارم کار میکنم و از ایران برگشتم، هر روز من توأم با مبارزه بوده. وقتی کارم رو تازه شروع کردم خیلی سخت‌تر از الان بود. الان تقریبا من میتونم بگم 50% آدمایی که من رو میشناسن به من باور دارن، به کارم. و زمانی که کار رو تازه شروع کردم هیچ کس من رو نمیشناخت و همه فکر میکردن که حتما یک کاسه زیر نیم کاسه هست که یک زن اومده این کار رو شروع کرده. اما امروز من خوشحالم که تعداد زیادی از آدم ها رو در کنار خودم دارم، همونطور که شما خیلی از خانم ها رو کنار خودتون داریم و البته آقایون رو. و این با آدم خیلی قدرت میده. لیلا جان، اتفاقا میخوام همین رو بپرسم، چه خاطره تلخی داری تو تمام این دوران فعالیتت که تونستی بهش پیروز بشی؟ خب اول اینکه من کار رو وقتی شروع کردم، نزدیکترین دوستانم به من گفتن این غیر ممکنه و مطمئنم تو بعد از یک ماه خسته میشی. ولی وقتی کار رو شروع کردم، اول میخواستم به خودم ثابت بکنم، من نیازی نمیدیدم به مردم ثابت بکنم که من میتونم این کار رو بکنم و میشه این کار رو کرد. چون خودم قبلا فیلمسازی خوانده بودم، با یکی از دوستام حرف زدم، گفتم بیا این مرحله کار من رو به تصویر بکش، اهمیت نداره من موفق میشم یا نمیشم، مهم این هستش که نتیجه رو میبینیم که اگر حتی من موفق نمیشم چه چیزهایی باعث میشه که موفق نشم. در قدم اول اینکه دوستان تو رو باور نمیکنن خیلی رنج‌آور هست. دوستانی که سالها تو رو میشناسن و در مورد شخصیت شناخت کامل دارن، اما هنوز به اون زن باور ندارن. میدونید؟ دقیقاً. یعنی میگن این کار کاری نیست که مثلا یک زن بتونه انجام بده. مثلا یکی از دوستان من یک جنرال افغان رو مثال میزد، میگفت در زندان تلاش میکرده که معتادین رو تداوی کنه. گفت اون یک جنرال بود، این همه امکانات داشت، نتونست این کار رو بکنه. تو چطور میتونی دست خالی این کار رو بکنی؟ و چه لذتی داره وقتی تونستی و الان دنیا تو رو میشناسه، همه ما هم بهت افتخار میکنیم. اتفاقا میخوام الان همین ازت بپرسم که چی دوست داری به دختران و زنان جوونی که نگات میکنن، دوست داری به اونا چی بگی؟ خصوصا کسانی که الان بالاخره تو دلشون یه وحشتی از طالب و داعش و جمهوری اسلامی هم افتاده دیگه. درسته. من میخوام به خانوم ها بگم، به همه جوان ها البته، چه خانوم چه آقا، میخوام بگم که ما نسلی هستیم که نمیتونیم به اون داشته های گذشتمون اکتفا بکنیم و بعد یک زندگی در دهکده جهانی داشته باشیم. ما نیاز به این داریم که به جهان وصل شویم. مثلا من چند روز پیش مثلا شنیدم که طرح صیانت اینترنت هست، فکر میکنم در ایران، نه؟ دقیقاً. و این فاجعه است، این وحشتناکه. تو وقتی در مورد مثلا فیلتر کردن اینترنت، در مورد اینکه
صداهای مردم رو میخوای ببری و آزادی بیان رو ازشون بگیری. که خب البته من میخوام اینو بگم که من 30 سال در ایران زندگی کردم، یک دیوار مخوف و نامرئی وجود داره که همیشه تو رو سانسور میکنه و تو جرئت نداری که حرفت رو بزنی. میخوام بگم که ما در مقابل این مسائل ما باید بایستیم و سیاستمدارای هر دو کشور باید این رو بفهمن که آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر دیگه یک قانون جهانی هست، مربوط به یک منطقه یا یک کشور نیست. اگر شما میخواین وصل بشین به جهان که این یک ضرورت هست، باید همه چیز آزاد باشه، باید آزادی بیان باشه، باید حقوق بشر باشه، باید حقوق زنان رعایت بشه و آزادی های فردی افراد بهشون برگردونده بشه. لیلا جان، اتفاقا میخوام ازت بپرسم، وقتی میبینی که جمهوری اسلامی با طالبان متحده، با همدیگه دیدار میکنن، چه حسی بهت دست میده؟ خب واقعا تأسف برانگیزه که شما میبینی که مثلا کشوری که سالها در اون زندگی کردی و بعد میبینی و همیشه اهدافی رو تعقیب کرده، مثلا خودشان این رو ادعا دارن که طرفدار مثلا حقوق زن هستن که خودتان میدونید که نیست. اگه بودن که من الان ایران بودم. آقای رئیسی سخنرانی داشت نه که گفت که در تنها جایی که حقوق بشر رعایت میشه اینجا هست و ما به دنبال حقوق بشر هستیم. بشری که انسانی که نتونه زندگی برای زندگی فردی خودش تصمیم بگیره که چه پوششی داشته باشه، چگونه زندگی بکنه، با چه کسی در ارتباط باشه، همه اینها تحت نظر باشه، مطمئنا زندگی خیلی سخت میشه. کسی نمیتونه به شکوفایی فکر بکنه. استعدادها از بین میرن. چرا؟ به خاطر اینکه آدمها وقتی خودشون رو سانسور میکنن، اون کنترلی که روی سانسور شدن هست دیگه اجازه نمیده که اون استعدادهای تو شکوفا بشه و بعد بتونی برای جامعه مثمر ثمر باشی. من در افغانستان زندگی میکنم که دموکراسی نیمبندی وجود داره و قوانینی که توسط خود زنان، با تلاش خود زنان این قانونها تصویب شده، از اینها استفاده کردیم و این دموکراسی نیمبند ما رو حمایت کرد برای اینکه بتونیم یک زندگی تقریبا انسانی تر از گذشته رو تجربه بکنیم. لیلا جان، امروز وقتی طالب امیدوارم، لیلا جان امیدوارم همون جوری که جمهوری اسلامی و طالبان با هم متحدن، ما زنای ایران و افغانستان هم با هم متحد باشیم، ریشه ی هر چی تعصب خوش کنیم. سوالم اینه که این راز گلی که رو سر شما، این جریان این چیه؟ من گل سرخ میبینم رو سرتون. درسته، من این گل رو 3 سال هست که خواهرم در کانادا زندگی میکنه به من هدیه داده و دوست دارم، یعنی خیلی دوست دارم به زیورالات و بعد مثلا گل و بعد اینکه خانمایی که من فکر میکنم بعضی چیزها بدون اینکه مثلا تو ببینی یا اینکه تأثیر بگیری به صورت ناخودآگاه در انسانها هست، اینکه مثلا به دنبال زیبایی هستن نه، و این بخشی از زیبایی زنانه. چرا زنان باید محروم باشن از اینکه هر طور دوست دارن در جامعه ظاهر بشن؟ و وقتی من مثلا در رستوران چادر سرم نمی کنم و این گل رو میزنم، خب برای همه خیلی عجیب هست یک زن سرش برهنه در یک جای مثل افغانستان و در بین مردها کار میکنه. خب این برای همه، حتی برای مشتریای من جالب هست و در اول که میان همشون یک فکر منفی دارن، بعد از اینکه یک مدت میان رستورانم بعد میفهمن که نه اینجا مثلا همشون میگن ما احساس خوبی داریم در رستوران شما. و بعد اینکه مثلا من خودم اول خجالت میکشیدم این گل رو بزنم، جانب. بعد از اینکه دیدم نه مسیح هم میزنه و هیچ مشکلی نداره، هیچ کسی هم کاری نداره، باز گفتم پس منم باید همین طور باشه دیگه، هر چی دوست داری باید استفاده کنی. دورت بگردم. خیلی خوشحالم که اومدی تو برنامه من و امیدوارم که یه روزی من بتونم بیام توی رستوران قشنگی که با خلاقیت درست کردی. امیدوارم. خیلی همچین روزی رو منتظرم. خیلی ممنون. به امید دیدار تو افغانستان باهات خداحافظی میکنم. قربانت عزیزم. تشکر. امیدوارم که ما برای به اون هدفی که میخوایم برسیم، به اون برابری، به اون آزادی و به اون دموکراسی و براش تلاش بکنیم، همه ما، همه این نسل جوان و نسل متفاوت، چه کسایی که در افغانستان هست و چه کسایی که در ایران هست و صدای من رو میشنون، ما باید برای ارزش‌هایی که
در زندگی داریم هزینه بپردازیم در حد توانمون. و من هم تلاش میکنم که یعنی حضور من فعلا در افغانستان بیشتر به خاطر این هست که خیلی از زنها به من نگاه میکنن که ببینیم لیلا حیدری چی کار میکنه. چون وقتی من رستورانم رو در کابل ایجاد کردم هیچ زنی در افغانستان رستوران نداشت. و حالا من مثلا میگم در پل سرخ حداقل 10-15 تا رستوران هست که متعلق به خانوما هستش و این برای من یک موفقیت بزرگه و نمیخوام خانوما ناامید بشن. امیدوارم هیچ وقت هیچ چیزی امید تو ازت نگیره. واقعا آرزو دارم که توی افغانستان توی رستوران خودت مهمونت بشن. قربانت، با حمایت خانمایی مثل شما مطمئنن این مبارزه نتیجه مطلوب خواهد داد.